بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده مهربان شاگردای خوب همراه های عزیز برنامه دریچه دانایی سلام وقتتان بخیر با ششم این جلسه از مضمون بیولوژی سنف هشتم مهمان خانه های شما هستیم در ابتدا با یکدیگر بریم ببینیم درس گذشته چه نکته های مهم می داشته و ما چقدر از اون نکته ها را به یاد داریم خب های خوب در جلسه گذشته ما در رابطه با پروتستای جانور مانند به نام پروتوزواها صحبت کردیم و یک چیزایی را از اونا یاد گرفتیم سوالات امروز ما در, در قالب جملات صحیح و غلط هسته دقت کنیم تا بتوانیم به اینا جواب صحیح بدیم سوال اول قدیمی ترین و ابتدایی ترین موجود زنده پروتستا است آیا ای صحیح است یا غلط؟ بله ای پاسخ ما صحیح است یا ای جمله ما صحیح است پروتستاها ها قدیمی ترین و ابتدایی ترین موجوداتن سوال دوم پروتستای نبات مانند پروتوزوا نام دارد آفرین به اونایی که خوب خوب دقت کردند پروتستای نبات مانند الجی نام دارد اما پروتستای حیوان مانند یا جانور مانند بود که پروتوزوا نام داشت پس این جمله ما و شما غلط است سوال سوم انتا امیبا هیستولاتیکا نوعی فلاجیلاتا است که سبب پیچش خونی میشه ای کمی باید دقت کنید صحیح است یا غلط آفرین به اونایی که جوابی درست داده این جمله غلط هسته دقت کنید اینجی پیچش خونی و نام انتا امیبا هیستولیتیکا ما و شما را ممکنه به اشتباه بندازه انتا امیبا هیستولیتیکا و جاردیا هر دو ایجاد اسهال یا پیچش خونی میکرد اما فراموش نکنید انتا امیبا از اسمش معلومه جز گروه آمیبا هستند آمیبا هم مربوط به چی بود؟ سارکودینا نه فلاجیلاتا سوالت بعدی پارامیشیم نوعی پروتوزوا از کلاس سیلیاتای شما در این جمله باید به سه نکته دقت کنید یکی که آرای آیا پارامیشیم پروتوزوا بود یا الجی بود آلجی را کج نخوندیم امروز قراره بخوانیم خب پسی درسته پارامیشیم همو پروتستای حیوان ماننده پس نامش میشه پروتوزوا از کلاس سیلیاتا سیلیاتا بود یا فلاجیلاتا؟ بله سیلیاتا بود چون پرامشیم در آبای ایستاده بود مجک مجعقا و مویک بسیار ریز و فراوانی داشت که به عنوان سیلیا یاد میشد پس پرامشیم از کلاس سیلیاتا است این جمله جمله صحیحه سوال آخر اگر فردی هر هفتاد دو, دو ساعت تب کند احتمالا پلازمودیوم فالسیپاروم در خون وی موجود هسته ما و شما در پلازمودیوم ها چهار نوع خاندیم پلازمودیوم وی واکس پلازمودیوم فالسیپاروم پلازمودیوم اوالی و پلازمودیوم مالاریه که از روی تب از اونا ما باید تشخیص میدادیم. حالا اینجا گفته هر هفتاد و دو ساعت آیا هر هفتاد و دو ساعت اگر شخص تب کنه پلازمودیوم فالسیپاروم در خونی است این غلطه به خاطر از که پلازمودیوم فالسیپاروم نظم خاصی در تب وجود نداشت 72 دو, دو ساعت مخصوص پلازمودیوم مالاریه یه. پس این جمله غلط هست سوالات ای درس بسیار بسیار مهم و نکات کنکوری او هست که ما این نکات در قالب جملات صحیح و غلط برای شما آوردم انشاءالله که شما حداقل از این پنج سوال به چهار تای عزیز پاسخ یا جوابی درست داده باشید های خوب من امروز در رابطه با الجیه ها میخوایم با یک دیگر صحبت کنیم پروتستا هایی که مشابه نباتات ها. اونها الجی نام داره اما حالا ما و شما ببینیم الجی چی هسته چند نوع هسته و در کجاها هم وجود داره و آیا اینا برای ما و شما مزر یا مزر نیسته؟ الجی ها اجسام ساده نبات مانندن. فراموش نکنید پروتستاین، پروتستاهای پروتستا نبات مانندن چون نام نبات میایه و میگیم اینا مشابه نباته پس حتما حتما باید ویژگی های نباتات حدودا داشته باشه میبینیم که دیوار حجروی و کلروفیل اینا داره دیوار حجروی شکل میداد در حجره نباتی استحکام میبخشید و کلروفیل در کلروفلاس ها بود و در فرایند فوتوسنتز که در بیولوژی صنف هفت خاندید بسیار بسیار نقشه مهم میره داره مطلب بعدی که در رابطه با الجی ها ما و شما باید یاد بگیریم ای هسته که الجیه ها اوتوتروف هسته اما حالا ما برای شما میخوایم بگیم که اوتوتروف یعنی چی؟ موجودات زنده از نظر تأمین قضا به دو گروپ تقسیم میشه یا خود اونا برای خودشان قضا میسازه یا از نظر قضا وابسته به سایر موجودات دیگه هسته حالا در پای تخته میره برای شما واضحتر تشریح میکنیم پس موجودات زنده از نظر تأمین غذا دو گروپ میشن نام از اینا بسیار مهم هسته یکی اوتوتروف هست و یک گروه هتروتروف پس تمام موجودات زنده از نظر تأمین غذا یا اوتوتروفه یا هتروتروف اوتوتروف ها همو تولید کنندگانن ای تولید کنندگان نباتات نام داره و هتروتروف ها مصرف کنندگانن این مصرف کنندگان یا گیاه یا گوشت خارانن یا مثل انسان ها همه چیز خارن ها از گروه اوتوتروف هستند یعنی ها از نظر غذایی خودشان مستقلا خودشان برای خودشان غذا میسازند چون کلوروفیل داشتن و کلوروپلاست داشتن خب برمیگردیم تا بقیه ویژگی های الجیه ها را هم با یکدیگر بخوانیم خب شاگردان خوب ما دقت کنید که الجی ها نبات کامل و واقعی نیستن نبات مانندن به همین خاطر است که اینا ریشه ساقه و برگ ندارن پس بسیار جالب است اینا چگونه فتوسنتز میکنه وقتی ریشه نداره برگ نداره پس اینا مواد مورد نیاز و ضروری خود از خاک چطور میگیره در چند تا اسلاید بعد امروز میخوانیم که یک موجود دیگه در کمکی از اینا میآیه خب این الجی ها در همه جاها هسته مخصوصا در جاهای مرتوب و نمناک حالا در تصویر در مابین یک بوتل شیشهی مقدار بسیار زیاد الجی را قرار دادن اما ما و شما این الژی ها را در مابین استخرا در کناره های آب در دا داخل شلنگای کولر در تابستان کم کم میبینیم که وقتی هوا میگذره ای در دا داخل ای شلنگای کولر یک موجوداتی در اونجا رشد میکنه که اوایل سبز رنگ است حتی گاهی وقتا به صورت قهوه یا نسواری هم دیده میشه اونا الجی نام داره اما الجیه ها بسیار متنوع هسته از نظر رنگ ما الجی ها را به سه دسته خیلی مهم تقسیم بندی میکنیم خب های از زیر با یکدیگر ببینیم تا خوب خوب و یاد ما و شما بمانه الجی ها را تو که در تصویر مانیتور میبینین از نظر رنگ به سه گروه تقسیم میکنه الجی های سرخ رنگ الجی های نسواری که مایل به قهوه‌ای هم گفته میشه و سبز رنگ این رنگ های مختلف به خاطر پیگمنت ها یا رنگدانه های موجود در الجی ها هستند در تصویرم میبینید ای الجیها ها ممکنه بسیار بزرگ بشه طول از اونا حتی به 60 متر هم ممکنه برسه بسیار طولانی میشه دیگه 60 متر از نظر ساختمانی هم یا تک حجروی هسته یا چندین حجروی هسته در مابین الجی های سبز دو نوع الجی مهم را میخوانید که امسال فقط نامش یاد میگیرید سالای بعد با تکثر و تولید مثل از اونا آشنا میشید یکی الجی اسپروجیرا و یکی جامنک این دو, دو دانه بسیار مهم هسته ما یک ستاره در کنارش میزنم که دقت کنید در سوالات کنکور می آیا. مثلا شما سوال میشه جامنک چه نوع الجی هست یاد شما باشه جامنک و اسپروجیرا جز الجی های سبز هست خب شکلای از اینا رو شما میبینین همین ف... یک نکته هم برای شما بگم که در مدیترانه یا دریای سرخ هم به خاطر حضور الجی های سرخ ما رنگ آب را حتی به رنگ سرخ مشاهده میکنیم و یک منظره بسیار بسیار دیدنی و جالب داره که مکس او را در این اسلاید برای شما خوبا و شگردهای خوبم نشان دادم بعضی کشورها بعضی از انسانها از الجیها به عنوان مواد غذایی هم مصرف میکنن اینا را به عنوان غذا میخورن و حتی امروزه به عنوان های غذایی وارد دارو و طب ما و شما هم شدند و به عنوان مواد آرایشی و مواد بهداشتی و صحی هم از این الجی ها استفاده میشه خب یک موجود دیگه به نام فنجی ها هسته که چون در جلسات گذشته در درس های اول و دوم اینا را خواندیم در کتاب مجددا اینجا یک اشاره بسیار کوتاه داره که ما هم به همون مقدار بسنده می کنیم فنجی ها را بشناسیم که این فنجی ها به چه شکل هسته چه ضرورت هایی داره آیا مفید هسته یا مزیر هسته و اصلا فنجی ها در کجاها زندگی می کنه فنجی ها که ما و شما با شنیدن نام از اونا به یاد سمارق ها می همه از اونا خوراکی نیستن بعضی از اونها سمیه و بعضی از اونها غیر سمی هسته یک راه تشخیص شما در جلسات اول برای شما گفتم اگه یادتان باشه و خوب درس گوش کرده باشید گفتیم اگه در زیر چتر از اونا را ما و شما فشار بدیم و یک شیره سفید رنگ بیرون بیایه معمولا باید در مصرف از او احتیاط کنیم چون فنجی های سمی بیشتر شیرهای های سفید رنگ از زیر و قسمت کلاهک یا چتری از اونها بیرون میایه خب این نبات مانندن. اما کلروفیل ندارن ولی دیوار حجروی دارن دیوار حجروی پس دارن ولی کلروفیل ندارن پس اینا چی کار کنن؟ اینا که کلروفیل نداره اینا که نمیتونه فتوسنتز انجام بده حالا یک کم بخونیم ویژگی ببینیم چی کار میکنه با این مشکل خودشان فنجیه ها یا تک حجروی هستند یا چندین حجروی در گذشته فنجیه ها و نباتات در یک گروه بوده اما امروز اینا رو از یکدیگر جدا کرده چون مهمترین ویژگی نباتات عمل فتوسنتز اینا که کلوروفیل ندارن پس نمیتونن فتوسنتز کنن پس نمیشه اینا رو ما جز گروه نباتات تقسیم بندی کنیم متاسفانه ای فنجی ها در همه جا هستن مخصوصا در جاهایی که مرتوب باشه تاریک باشه و گرم باشه مثلا در دهانه چاها که هم مرتوبن هم گرمن و هم تاریکن این فنجی ها متاسفانه در لابلای موهای انسان ها هم هسته چون که عرق میکنیم اونجا گرم هسته و در زنان که پوشیده هستن موها مکانی بسیار مناسبی برای رشد از او فنجی های هست که متاسفانه بیماری های مختلف پوستی را ایجاد میکنه اما ما شما گفتیم اینا کلروفیل نداره پس اینا چجوری برای خودشان غذا بسازن اینا میره به کمک همون الجی هایی که کلروفیل و دیوار حجروی داشتن ولی ریشه ساقه و برگ نداشتن بسیار جالب شد درسته یک فنجی دیگه هم در زندگی ما و شما خیلی مهمه زیاد با او سر و کار داریم و داشتیم اما تا امروز رو نمیشناختیم نمیدانستیم جزء فنجی ها هسته او کدام بود او تحت عنوان خمیر مایه هسته فنجیه هایی که خمیر مایه نامیده میشن اینا یا تکوجروی هسته اما زندگی کالونی داره تنهایی رو دوست نداره یک یک حجره هسته ولی دوست داره اجتماعی زندگی کنه در کنار یک دیگه زندگی بکنه حالا شکل از این رو میبینیم خمیر مایه یا به نام ساده از او همون مایه خمیر که مادرای شما وقتی که خمیر میکنه و برای شما نانای خوشمزه رو میپزن در از این قاشق برای شما نشان دادیم خمیر مایه را در داخل آرد میریزه تا آرد ور بیایه یا عمل بیایه و برای ما و شما نان بپزه پس همون خمیر مایه خود از اون نوعی فنجی هسته اینا یا به شکل های یک حجره از اینا یا بیزوی هسته یا دایره و یا استوانهی هسته در شکل یک فنجی های بیزوی را شما بینید خب کاربرد از اینا هم در خمیر نانوایی هست اما یک نکته برای شما امروز یاد بدم که به مادرایتان بگین وقتی ما را ای خمیر مایه را از دکانات تهیه میکنیم به خاطر از اینکه متوجه باشید و بفهمید که همین موجود زنده هست نیست این خوب عمل میکنه یا نه به مادرایتون بگین ابتدا دا داخل گیلاس یک کم آب گرم قرار بده یک قاشق شکر یا بوره را هم دا داخل از او بندازه و یک قاشق از این خمیر مایه یا مایه خمیرم روی داخل از آب و بوره بیندازم یک بشقا برم به سر از این گلاس قرار بده اگه چند لحظه بعد شما خوب از بیرون گلاس دقت کنید یک چیز بسیار جالبی را میبینین میبینین که این خمیر ها در حال کف کردن و بالا آمدن این نشان میده که این خمیر های ما یا فنجی ما ما و شما زنده هست و داره فعالیت میکنه خب شاگردای خوب یک نوع فنجی دیگر ما و شما میشناسیم این فنجی ها به عنوان پرازیت نباتات هستند فنجیه هایی که در نباتات ایجاد بیماری میکنه یا امراض نباتی را ایجاد میکنه تحت عنوان فنجیه های پرازیت یاد میشه در این تصویری که در روی مانیتور هسته گیاه نبات گندم نشان دادیم که برگای از اینا داره زرد میشه لکه های زرد از اینا ایجاد شده و در حال بزرگ شدن هسته این یک نوع فنجی هسته که در نباتاتی مانند کچالو، گندم، انگور و گلاب ایجاد امراض نباتی میکنه ای فنجی ها هم همونطور که میدانیم تک هسته هستن لکه های زرد بر روی از این نباتات نشانه نشانه امراض نباتی هسته که باید کشاورزا دقت داشته باشه و به مداوا و رفع از این پرازیت های نباتی تلاش کنن تا محصولات از اونها دچار آسیب نشوه خب سمارق ها یا قارچ ها فنجیه های خوراکی هسته که فراوانترین فنجی این نکته کنکوری هسته فراوانترین فنجیه ها, ها هسته ها ها در چوب هایی که در حال تخریب هستن یک چیز چوبی که در حال خراب شدن هسته هر چیز شیء چوبی می محل رشدی برای فنجی ها باشد در زمین های ها, در کنار تنهای درخت هر جایی که مواد عضوی در اونجا زیاد باشه این فنجی ها اونجا زیادن چرا چون که اینا کلروفیل ندارن و نمیتونه اینا فتوسنتز بکنه پس بنابراین از این مواد عضوی به صورت آماده به عنوان غذا باید استفاده کنن تا رشد کنن خب همه فنجی ها به غیر از خمیر مایه که در چند لحظه پیش ورامدن خمیر نانوایی با یک دیگر صحبت کردیم از یک رشته هایی به نام هایفات درست شده حالا در این تصویر ما هم یک فنجی بسیار زیبا را شما میبینین که از زیر چتر ازی یک خطها و یک رشته هایی را میبینین که من برای شما این را پر رنگ میکنم و سرخ میکنم این رشته ها هایفا نام داره تمام فنجی ها ساختار اونها از هایفا شکل گرفته تشکیل شده بجز خمیر مایه ها اما فنجی ها در محیط زندگی ما و شما چی نقشی داره امروزه از فنجی ها استفاده های زیادی میبره فنجی ها از نظر غذایی هم دو نو هستن ای دو چه چجوری هسته از نظر از ای که این فنجی ها غذای خود از کجا تامین میکنه الجیه ها از نظر غذایی اوتوتروف بودن اما فنجی ها را ببینیم که از نظر غذایی چگونه هست و به چند دسته تقسیم میشه فنجیه ها از نظر تأمین غذا به دو گروه بزرگ یاد میشه یا پرازیت هسته پرازیت در اصطلاح همون انگل هست یعنی یا زندگی انگلی داره یعنی یا در دا داخل بدن یک موجود زنده است یا در سطح بدن یک موجود زنده و غذای خود از اون موجود به دست میاره یا به, به صورت سیپروفایت سیپروفایت سیپرو سیپرو فنجی هایی هستند که از نظر غذایی وابسته به چی هن؟ به تجزیه اجساد مرده ها یعنی نوعی تجزیه کننده هستند موجودات یا تولید کنندن مانند نباتات یا مصرف کنندن مشابه حیوانات یا تجزیه کنندگانن این تجزیه کنندگان در چرخه حیات نقش بسیار مهم را اجرا میکنن پس فنجیه ها یا سیپروفایدن یا پرازیدن سیپروفایت ها باید اجساد مرده جانداران دیگر را تجزیه بکنند و از مواد عضوی موجود در اجساد اونها به عنوان مواد غذایی خود استفاده کنند. خب از فنجی ها استفاده های زیادی در زندگی ما و شما میشه من جمله در تهیه داروها مثلا داروی پنیسیلین خود داروی پنیسیلین که در علم طب بسیار بسیار مهم بود و به عنوان آنتی بیوتیک استفاده میشه از نوع فنجی تهیه میشه بعضی از این فنجی ها غذاها را خراب میکنه مانند کپک نان وقتی نان کپک میزنه او فنجی رشد میکنه فاسد میکنه و دیگه اون نان قابل استفاده نیسته و در انسان علاوه بر اینها ایجاد یک امراض جلدی بسیار بد و خطرناکی را هم میشه حالا سه سنو از این فنجی هایی که در انسان امراض پوستی را آورده بر شما نشان میدم در تصویر اول سمت راست فنجی ها را میبینین که در لابلای موها رشد کرده و در پشت گردنه ای اگر رشد کنه و به داخل موها بره سبب ریزش موها و کچلی در انسان میشه یا فنجی ها به صورت لکه های قرمزی همراه خارش بر روی صورت و یا دست آرنجی دست هسته که اینا پوست پوسته میشه خارش داره در تصویر وسط و مابین شما بینید رنگش صورتی رنگ یا قرمز رنگ هسته ولی در تصویر سومی سفید سفید هم میشد بلت خارش خیلی زیاد وقتی که خارش داره و میخوره می نه بدنه این پوسته ها میریزه اینا به لطفارا که مراجعه بشه از این پوسته های سفید یک نمونه بر میدارن به زیر ماکروسکوپ ها قرار میدن و فنجی ها را در اونجی مشاهده میکنن ما برای شما گفتم الجی هایی که ریشه و ساقه و برگ نداشتن ولی کلروفیل داشتن فنجی هایی که کلروفیل نداشتن حالا این دوتا در کمک همدیگه آمدن چگونه به یکدیگر کمک میکنن یک موجود یا یک پدیده حیاتی دیگر ما میخوانیم به نام گلسنگ ها گلسنگ شما در وقتی که به همراه خانواده در میله و تفری میرید بر روی سنگ های کوه ها و تپه ها میبینید که یک چیزای سبزرنگی رنگی بر روی سنگ ها چسبیدن. این دوتا را با یک دیگر گلسنگ میگن گلسنگ ها یک زندگی همزیستی بین فنجی ها و الجی ها گفتیم این دو تا با هم کمک میکنن فنجی مواد اولیه را از خاک میگیره ولی خودش کلروفیل نداره در اختیار الجی میذاره الجی خودش ریشه نداره ولی کلروفیل داره چیزایی را که فنجی به او داده را میگیره فتوسنتز میکنه و از غذایی که خودش میسازه در مواد عضویش در اختیار فنجی هم قرار میده ای میگه یک زندگی همزیستی پس گلسنگ یک نوع زندگی همزیستی بین فنجی و الجی هستش خب الجی ها فتوسنتز میکنه که کامل برای شما گفتیم در این فتوسنتز فنجی ها نقش مهم میداره چون فنجی هست که آبها و مینرال ها را از خاک میگیره و در اختیار الجی قرار میده خب این گلسنگ ها در مقابل تغییرات محیطی بسیار حساس هستند شهرهایی که آلودگی هوا زیاد باشه گلسنگ ها به سرعت از بین میره و هرچی هوای جای پاکتر باشه این گلسنگ ها بزرگ و بزرگتر میشه و ها و شکلهای بسیار زیبا و قشنگی را برای ما و شما ایجاد میکنه. خوب شاگردهای خوبم امیدوارم از درس امروز لذت برده باشید، خوب گوش کرده باشید و چیزای زیادی را یاد گرفته باشید. تا جلسه بعدی که ما شما را به خدای بزرگ میسپارم شما حتما درس خود مطالعه بکنید که در جلسه بعدی نکته بسیار بسیار مهمتری را ما و شما یاد خواهیم گرفت خب شاگردای خوب اگر کدام جایی سوالی برای شما پیش آمد از طریق شماره واتساب 20964 780 250 چهل و سیزده سوالات خودتان میتنین از ما بپرسید شما عزیزان در خدای بزرگ و مهربان میسپارم خداوند یا رو نگهدار شما